درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز یک شنبه 11 تیر ماه 2582 ایرانی 1402 هجری شمسی برابر با 2 جولای سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توضیح درباره وضعیت رابرت مالی شد. روزنامه گاردین: بریتانیا و کشورهای اروپایی قصد دارند برای اولین بار توافق برجام را نقض کنند. رئیس مجلس: سپاه یک نهاد انقلابی، مکتبی و برخواسته از بطن مردم است. آرامش نسبی در فرانسه در پنجمین شب اعتراضات. آتش زدن قرآن در سوئد: ایران اعزام سفیر را متوقف کرد. مایک پنس و لیز تراس در نشست مجاهدین خلق از آنان پشتیبانی کردند. فریماه فرجامی: فراموش شدن پیش از مرگ، زنده شدن بعد از وداع. از شما دعوت میکنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. مایکل مک‌کال نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواست که جزئیات تحقیقات درباره مجوز امنیتی رابرت مالی نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران را ارائه کند. مک‌کال در نامه خود به بلینکن نوشت: با توجه به وخامت اوضاع ضروری است که وزارت خارجه به سرعت گزارش کامل و شفافی از شرایط مربوط به تعلیق و تحقیقات نماینده ویژه در امور ایران و اظهارات وزارتخانه به کنگره در مورد او ارائه کند. رابرت مالی که بلافاصله پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا به سمت نمایندگی ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران منصوب شد، وظیفه داشت تلاش برای احیای برجام را دنبال کند. مرخصی بدون حقوق رابرت مالی به دلایل امنیتی در حالی است که گمانه‌زنی‌هایی درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا از طریق عمان و احتمال رسیدن تهران و واشنگتن به یک توافق موقت مطرح شده بود. مالی مورد انتقاد شدید مخالفان این توافق احتمالی قرار گرفته و او به آسانگیری نسبت به تهران متهم شده است. روزنامه گاردین نوشت که بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی قصد دارند با تمدید تحریم‌ها علیه ساخت موشک بالستیک ایران برای اولین بار توافق برجام را نقض کنند. این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شده 26 مهر به پایان می‌رسد. آمریکا 5 سال پیش از برجام خارج شد، اما 3 کشور اروپایی امضا کننده این توافق، آلمان، بریتانیا و فرانسه، همچنان پای امضای خود در برجام باقی ماندند. بر اساس این گزارش، دلایلی که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا برای این تصمیم خود به آنها اشاره کردند، شامل نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران، فروش پهپادها به روسیه برای استفاده در تهاجم علیه اوکراین و احتمال فروش موشک‌های بالستیک به روسیه در آینده است. جمهوری اسلامی میزان مجاز 3.67% غنی‌سازی مندرج در برجام را رعایت نکرده و اکنون در حال غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% است. همچنین وبسایت میدل ایست آی به نقل از منابع ایرانی خود گزارش داد مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا به دلیل اختلاف نظر بر سر زندانیان آمریکایی به تعویق افتاده است. مقام‌های نظامی اوکراین گزارش دادند که روسیه پس از یک وقفه 12 روزه حملات پهپادی شبانه خود به کیف و اطراف آن را از سر گرفت و سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین را فعال کرد. نیروی هوایی اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که 8 فروند پهپاد شاهد ساخت ایران و 3 فروند موشک کروز در این حملات با پدافند هوایی اوکراین سرنگون شدند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شاهدان عینی از صدای انفجارهایی شبیه صدای برخورد سامانه‌های پدافند هوایی به اهدافی خبر داده است. در این منطقه روسیه نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و سعی در پیشروی داشته است. ارتش اوکراین حومه 3 شهر باخموت، لیمان و مارینکا را به عنوان نقاط اصلی درگیری‌ها اعلام کرد. از شما دعوت می‌کنم همچنان با برنامه خبری امروز همراه باشید.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، نوجوان کشته شده، در استوری اینستاگرام نوشت: جمهوری اسلامی پسر بیگناهم را کشت و برادر و بستگانم را در زندان محبوس کرده و خودم را به جرم دادخواهی از خون بناحق ریخته فرزندم به دادسرا احضار می کند تا مرا به سکوت وادارد. گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر و از بازداشت شدگان خیزش سراسری که از 280 روز پیش در زندان اوین به سر می‌برد، با حکم عباس علی حوزان و خسرو خلیدی مهدیرجی، قضات شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، به 5 سال زندان قطعی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. این فعال حقوق بشر همچنین به ضبط گوشی تلفن همراه و مجازات‌های تکمیلی شامل 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت حضور در تهران و 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها و دستجات محکوم شده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، با بیان اینکه سپاه یک نهاد انقلابی و برخواسته از بطن مردم است، گفت باید اقداماتی صورت گیرد تا همه مردم در سایه امنیتی که بخش عمده آن را سپاه تأمین کرده، سپاه را جزو خود بدانند و دوست داشته باشند.
مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت با یکی از بانک‌ها هماهنگی صورت گرفته و به دانشجویان برای پیاده روی اربعین وام 5 میلیون تومانی تعلق می‌گیرد. او افزود دانشجویانی که به صورت گروهی اقدام کنند می‌توانند تحت نظارت نهاد رهبری در دانشگاه برنامه‌ریزی کنند. اعلام خبر محدودیت موقت توییتر برای مشاهده محتوای این شبکه اجتماعی اعتراض کاربران را به همراه داشت. ایلان ماسک مالک این شبکه اجتماعی با انتشار توییتی گفت که از این پس کاربران حساب‌های تایید شده تا 6000 توییت، کاربران تایید نشده 600 توییت و کاربران تازه وارد تایید نشده تنها قادر به مشاهده 300 توییت در روز خواهند بود. او با تأکید بر موقت بودن این محدودیت دلیل آن را استخراج داده‌های این شبکه اجتماعی توسط شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف عنوان کرد. با گذشت چند ساعت از انتشار توییت اولیه، آقای ماسک در دو بروزرسانی مختلف این محدودیت‌ها برای کاربران تایید شده، تایید نشده و تازه وارد به ترتیب به 10000، 1000 و 500 توییت در روز افزایش داده است. انتشار این خبر موجب واکنش شدید کاربران توییتر شد، تا جایی که به گفته ایلان ماسک توییت او درباره محدودیت مشاهده توییت ها رکورد تعداد نمایش توییت در این شبکه اجتماعی را شکست. از زمان خریداری شدن توییتر توسط ایلان ماسک تغییرات مدیریتی مختلفی بر این شبکه اجتماعی اعمال شده است. یکی از مهمترین این تغییرها افزایش سرسام‌آور هزینه اشتراک دسترسی به واسطه برنامه نویسی API این سایت بوده است. و اما رسانه‌ها و مقام‌های فرانسه از کاهش نسبی شدت اعتراضات در این کشور در پنجمین شب پیاپی اعتراضات در سراسر کشور خبر دادند و همزمان جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی توصیه کرد که از سفر غیر ضروری به فرانسه خودداری کنند. وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در شامگاه گذشته 719 نفر در جریان اعتراضات دستگیر شدند که نسبت به آمار دستگیر شدگان در شب قبل آن کاهش داشته است. تعداد دستگیری ها در شامگاه جمعه حدود 1300 نفر گزارش شده بود. با این حال با وجود حضور 45000 نیروی پلیس در شامگاه یکشنبه 45 نیروی پلیس در جریان درگیری ها زخمی شدند. رسانه های فرانسوی عوامل کاهش نسبی در تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات را به تقویت نیروها و تجهیزات پلیس و همچنین درخواست امانوئل مکرون از خانواده ها برای جلوگیری از حضور نوجوانان در اعتراضات دانستند. رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی اعتراضات فرانسه را به صورت گسترده پوشش داده و بار دیگر همبستگی کشورهای غربی از جمله فرانسه با خیزش سراسری در ایران را محکوم کردند. پیشتر نیز جمهوری اسلامی از حمایت امانوئل مکرون از معترضان ایرانی خشمگین شده بود. و اما ایران در اعتراض به آتش زدن قرآن در سوئد و حکم دادگاه این کشور بر عدم دخالت پلیس برای جلوگیری از این اقدام روند اعزام سفیر به استکهلم را متوقف کرد. همزمان سازمان همکاری کشورهای اسلامی نشستی اضطراری در جده عربستان برگزار خواهد کرد. نماینده ایران نیز در نشست این سازمان حاضر خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در توییتی گفته که با حجت الله فقانی به عنوان سفیر جدید در سوئد روز گذشته دیدار و گفتگو کرده، اما فعلا روند اعزام سفیر به سوئد به دلیل اقدام دولت این کشور در مورد صدور مجوز برای جسارت به ساحت قرآن کریم متوقف شده است. از شما دعوت میکنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678
هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. پلیس آمریکا از کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 28 نفر دیگر در یک تیراندازی جمعی در شهر بالتیمور در ایالت مریلند این کشور خبر داده است. پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که جسد یک زن 18 ساله در محل حادثه پیدا شد و اندکی بعد یکی از مجروحان این حادثه که مردی 20 ساله بود در بیمارستان فوت کرد. این حادثه در منطقه بروکلین هومز در جنوب شهر بالتیمور در ایالت مریلند رخ داد، جایی که مردم برای برگزاری مراسم روز بروکلین تجمع کرده بودند. مایک پنس در نشست مجاهدین درباره اعتراضات اخیر ایران گفت این تنها اعتراضی دیگر نیست، بلکه سرآغاز انقلابی برای آزادی است. او گفت یکی از بزرگترین دروغ‌هایی که رژیم توانسته به جهان غالب کند این است که جایگزینی وجود ندارد. آقای پنس گفت هیچ رژیم سرکوبگری تا ابد باقی نخواهد ماند. لیز تراس، نخست وزیر سابق بریتانیا هم گفت حکومت‌های خودکامه جسور شدند و جهان آزاد در برابرشان اقدام کافی نکرده است. خانم تراس گفت من هرگز امیدم برای یک ایران آزاد و دموکراتیک را از دست نمی‌دهم. او برخی از خطوط سیاسی مورد تأکید سازمان مجاهدین را تکرار کرد و گفت دموکراسی در سراسر جهان مورد تهدید است. باید به سیاست سازش و مماشات پشت کنیم. سازمان مجاهدین خلق خود را مهمترین تشکیلات سیاسی خارج از ایران می داند. این سازمان از جانب اغلب دیگر جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی زیر سؤال می رود. اما نسبت به بسیاری از آنها اعضای پرشمارتر و با سابقه فعالیت تشکیلاتی بیشتری دارد و در مواردی مانند افشاگری فعالیت هسته‌ای مخفیانه در ایران هم ارتباطات بین المللی مؤثرتری از خود نشان داده است. و اما پیشتر رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران برای هر روز درگیری مسلحانه قول پرداخت 5 میلیون دلار پول به این گروه شبه نظامی داده است. نخاله به الوفاق گفت که قاسم سلیمانی در کمک‌های جمهوری اسلامی به این گروه نقش داشت. او گفت که این دستور خامنه‌ای دست گذاشتن روی منطقه‌ای بسیار حساس در رابطه با درگیری گروه‌های مسلح فلسطینی با اسرائیل است. رهبر گروه شبه نظامی جهاد اسلامی فلسطین با تایید کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به این گروه گفت که این کمک‌ها برای ایران هزینه بر است، اما مدعی شد که مبلغ این کمک‌ها به صدها میلیون دلار در ماه نمی‌رسد. و اما فریماه فرجامی در حالی در 71 سالگی درگذشت که حداقل از 2 دهه پیشتر از صحنه سینمای ایران کنار رفته بود. یعنی نسل جدید سینما دوستان ایرانی او را به شکل شایسته روی پرده سینما ندیده بودند. درگذشت فریماه فرجامی فقط قطعه ای از پازل تغییر یک نسل نیست. از هر زاویه که بنگریم او از قدر نادیده ترین بازیگران سینما، زن سینمای ایران است. زیبایی و قدرت بازیگری را با هم داشت.
در مدت کوتاهی با تعدادی از معتبرترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران همکاری کرد و آثار قابل توجهی در کارنامه‌اش به چشم می‌خورد. اما همه اینها در کنار هم کافی نبود. مرگ فریما فرجامی یادآوری تلخی بود از اینکه یک نسل از هنرمندان ایرانی در سکوت و خاموشی به وادی فراموشی رفتند و همزمان این امید را زنده می‌کند که نمایندگان امروز هنرمندان تحت تأثیر تغییرات جامعه ایران با اعتماد به نفس مقابل نظام سرکوبگر ایستادگی می‌کنند. و اما از دوشنبه سوم جولای رقابت‌های جدول اصلی قدیمی‌ترین و معتبرترین تورنمنت تنیس جهان در جنوب غرب لندن آغاز می‌شود. ویمبلدون گرچه روی کاغذ اعتباری به اندازه سایر گرند سلم ها دارد و 2000 امتیاز نصیب قهرمان انفرادی آن می شود، اما نمی توان منکر این شد که بالا بردن جام روی چمنهای زمین مرکزی مزه دیگری داشته باشد. این نخستین دوره ویمبلدون پس از بازنشستگی رسمی راجر فدرر پر افتخارترین مرد این مسابقات و تنیس بازی است که محبوبیتی حیرت انگیز در ویمبلدون داشت. در این دوره همچنین رافائل نادال دیگر اسطوره تنیس جهان غایب خواهد بود. تنیس بازی که گفته تا سال 2024 استراحت خواهد کرد و بعد در مورد آیندهش تصمیم می‌گیرد. به این ترتیب ما پس از مدت‌ها شاهد ویمبلدونی بدون فدال خواهیم بود. دو بازیکنی که تماشاگران برای دیدن مسابقاتشان سر و دست می‌شکستند. و اما از شما دعوت می‌کنم به نرخ برابری ارزهای معتبر توجه بفرمایید. دلار آمریکا 50000 تومان، یورو 54580 تومان، پوند انگلیس 63530 تومان، درهم امارات 13870 تومان و لیر ترکیه قیمت 1920 تومان معامله شد. قیمت اتریوم 1919 دلار و بیت کوین 30532 دلار. بهای نفت سنگین ایران هر بشکه 74.80 سنت و نفت سبک ایران به بهای 71.9 سنت معامله شد. و ما نیم سکه بهار آزادی با قیمت 15.970.000 تومان و سکه طرح امامی با قیمت 29.240.000 تومان معامله شد. از توجه و همراهی شما با اخبار امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.